بزرگترین مزیت دیکشنری لاین اینه که اصلا نیاز نیست بازش بکنید شما هر جایی خواستید معنی کلمه ای رو پیدا بکنید فقط کافی همین کاری رو بکنید که توی این فیلم میبینید یعنی روی اون کلمه با سه تا انگشت دابل کلیک بکنید خب مثلا فرض کنید من اینجا توی سافاری میخوام معنی بیاند رو ببینم همین کار رو انجام میدم و دقیقا معنیش رو خیلی راحت و سریع میتونم بهش برسم برای فارسی هم باز به همین صورت مثلا راحت باز معانیش رو میبینم این دوتا دیکشنری که شما اینجا دیدید من ازش استفاده کردم از سایت earmag.org دانلودش کردم که شما برای اضافه کردنش بعد بیاین به سیستمتون حالا این رو اضافه بکنید که توی سایت توضیحش هست ولی برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید بعد خود اپلیکیشن دیکشنری رو باز بکنید بیا توی قسمت پرفرنسزش که اینجا هستش و وقتی اضافه کرده بودید این دیکشنری ها رو اینجا دیده میشن مثلا شما ببینید اینجا میاد و هم این انگلیش پرشین رو میتونید تیک بزنید و داشته باشید هم فارسی به انگلیسی رو هر جفتش اینجا الان هستش و به خاطر همین هر جفتش هم کار میکنه اونی که بالاتر باشه طبیعتا همیشه بالاتر دیده میشه به طور مثال اگه میخواین انگلیسی به انگلیسی رو اول از همه ببینید این رو بالا بذارید حالا من اینجا اگه دقیقا همون کار رو تکرار بکنم اول انگلیسی رو میبینم اگر سیستمتون ترک پد نداره باز هم میتونید از دیکشنری استفاده بکنید و دو تا روش دیگه هست یکی اینی که شما روی اون کلمه رایت right کلیک بکنید و لوکاپ رو بزنید و یکی دیگه هم اینی که شما بیاین توی این سیستم پریفرنسزتون توی این مسیری که اینجا نوشته شده توی کیبورد کیبورد شورتکات سرویسز این عنوان لوکاپ این دیکشنری رو پیدا بکنید اون شورتکات مد نظر خودتون رو بهش نسبت بدید مثلا کنترل شیفت دی وقتی اینو فعال بکنید از اینجا به بعد دیگه هر کلمه ای رو شما انتخاب بکنید مثلا فرض کنید این ایزی و کنترل شیفت دی رو بزنید این اتفاق میافته و دیکشنری براتون باز میشه تنها تفاوتی که داره این شورتکات اینه که همینطور که دیدید خود برنامه دیکشنری رو باز میکنه